تو این پست میخوایم سه تا از کنسروهای خوراک بادمجون رو با هم مقایسه کنیم، از چینچین بگیر تا لئونارد و دلپذیر که چسبیدن دو دستی بادمجون رو ولش نمیکنه. لئونارد 420 گرمه و با قیمت 10900 تومان به فروش میرسه و میشه گفت یکی از برندهای گرون بازاره. خاویار بادمجون چین چین کرده جون، چین چین 380 گرمه و 6800 تومنه و مثل همیشه از سیاست قیمت رقابتی استفاده میکنه و ارزون ترین برند بازار. خوراک بادمجون خوب و لذیذش، خوراک بادمجون یعنی دلپذیرش. و در نهایت دلپذیر که 420 گرمه و 9000 تومانه، تقریبا یه قیمت میونه. خب کنسروامون جوشیدن و نکته که همه ازش غافل شدیم اینه که تنها برندی که اومده خاویار رو با قیمت پایین در کنار بادمجون عرضه کرده چین چینه. واقعیت اینه که خوراک بادمجون یه غذای محلی روسیه و تو روسیه بهش میگن باقلاژان ایکری. در واقع معنیش یعنی خاویار بادمجون. حالا چرا؟ چون خاویار انقدر گرونه که مردم نمیتونن بخرن، بنابراین از قدیم به بادمجون تو روسیه گفتن خاویار فقرا و این اسمم یه جورایی مرسوم شده و روش مونده. البته تو ایران خودمونم لازم از این نامگذاری استفاده بشه، چرا که اگه بخواد شرایط اقتصادی همینطور ادامه پیدا بکنه چه بسا یه روز نتونیم همین بادمجون هم بخریم. خاویار بادمجون تقریبا شبیه میرزا قاسمی خودمونه، ولی بادمجوناش کبابی نیست. اگه یه نگاهی به جدول ارزش غذایی و ترکیبات کنسروا بندازیم تقریبا میشه گفت مشابهن، به جز یه نکته، اونم اینه که تقریبا چربی دلپذیر 6 برابر بقیه است و با وجود اینکه مواد و ترکیباتش مشابه با بقیه است ولی زده قندش صفره. چطوری میشه ترکیبات یکی باشه ولی تنها کنسروی که قندش صفر باشه دلپذیر باشه؟ اگه کمپانی دلپذیر در مورد این موضوع پاسخی داشت حتما بهتون ارائه میدیم. حالا بریم برای باز کردن و تستشون. این از لئونارد، راستشو بخوای اصلا ظاهر خوشایندی نداره، بوشم زیاد جالب نیست، ولی دیگه کاریش نمیشه کرد. اینم از چین چین که شبیه لئونارده فقط رنگش تیره تره. دلپذیرم با قبلی هیچ فرقی نداره، فقط خیلی چرب‌تره. آقا خلاصه بخوام بگم اینه که ظاهراشون اصلا خوشایند نیست. البته خب نباید انتظار خاصی هم داشته باشیم، بادمجون و یه سری مخلفات همین جوری میشه دیگه. خیلی شیرینه، میشه گفت انگار داری پوره هویج میخوری با رب و بادمجون. کلن طعم بادمجون توش گمه و بیشتر شیرینی حس میکنی. طعم گوجه غالبه، یه کمی تنده و پیازهای درشتش زیر دندونت حس میشه. گوجه و بادمجون حس میشه، تند و تیزی خاص خودشو داره و خیلی هم چربه. توی جنبنده مختصر لئونارد کنسری بود که توش طعم بادمجون کمتر حس میشد و طعم گوجه و هویج شیرین توش غالبه. دلپذیر و چینچین هم تفاوت زیادی نداشتن و صرفا دلپذیر خیلی چربتر بود و میتونم بگم از نظر من ارزش امتحانشون خیلی کمه. ولی اگه یه روز تصمیم گرفتی خوراک بادمجون بگیری، با انتخاب چینچین احتمالاً پول کمتری از دست میدی. حتما برامون کامنت بذارین که شما طرفدار کدوم خوراک بادمجونی. نمیتونم. بابا چی نمیتونم؟ بدم به نظر من تستشون تا همینجا کفایت میکنه. دلپذیر اصلا باز نکنیم. دلپذیر واقعا خدایش اگه من الان نمیخواستم از شما تست کنم دیگه نمیخوردمش. یعنی تا همینجا به نظرم ما یه مرحله جلو رفتیم و پیشرفت کردیم. خوردنش میونه تو پستای داری. با خانواده جای دیگه نخورین، بیرون نبرین و خلاصه تو هیچ مهمونی از این غذا استفاده نکنین. بافتش یه جوری که حال آدم میگیره کلا 3-4 بعد غذایی نمیتونی پشت سر هم بخوری. با دیدن این غذا. همونطور که میبینین توش فوره. حالا میده وقتی این غذا جلو گذاشتن فهم کنم یه شوخی بیمزه است که توسط اولون پشت صحنه طراحی شده و این کنسروا کنسرویه که من هیچ وقت تستشون نمی کنم. ولی خب دیگه کاری که شده و خلاصه هزینه کردیم.
هزینه کردیم 6500.